شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت 114 سلطه اخلاق آین کنفسیوس با وجوه گوناگون خود مخصوصا نیاپرستی در طی 20 قرن بر آینهای مخالف متعدد غالب آمد زیرا بر اخلاق کهنسالی که بنیاد جامعه چینی محسوب میشد استوار بود و یا فکر میکنم کنم بخونم بهتره زیرا بر اخلاق کهنسالی که بنیاد جامعه چینی محسوب میشد استوار بود اخلاق کوهن چینی که آین کنفسیوس به آن رنگ دینی داد به وساطت خانواده از نسلی به نسلی رسید و تقریبا در بهبوهه همه هنگامه ها با سلطه ای نامحسوس به جامعه چینی نظم بخشید ولتر گفته است چیزی که چینیان بهتر میشناسند و بهتر پرورش میدهند به کمال اعلا میرسانند اخلاق است از سخنان کنفسیوس است مایه ایمنی جهان ساختن خانه است بر بنیادی استوار قبلا هم یادتونه در مورد کنفسیوس خوندیم روی خانواده خیلی 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 تاکید میکنه و داره میگه دیگه مایه ایمنی جهان ساختن خانه است بر بنیادی استوار چون میگه از همون خونه است که ما به مرور جامعه های بزرگتر رو تشکیل میدیم و وقتی تو خونه ما یه جامعه درست نداشته باشیم دیگه تو ابه همش خرابه دیگه چینیان بر این باور بودند که غرض از قوانین اخلاقی تنظیم روابط جنسی است برای کودک پروری همین الان هم ما کسایی داریم که بر این باورند کودک علت وجود خانواده است از دیدگاه چینیان شمار کودکان هرچه بود زیاد نبود زیرا ملت چین همواره در معرض حجوم قرار داشت و مدافعان فراوان میخواست و خاک پرمایه آن از عهده تقضیه هزاران هزار برمی از این گذشته تنازع بقا در خانواده ها و اجتماعات انبوه سبب نابودی ناتوانان می و فقط به افراد توانمند مجال می داد تا زندگی کنند فزونی گیرند مایه آسایش و فخر والدین سال خورده خیش کردند و با خلوص عقیدت در حفظ مقابر نیاکان تلاش ورزند نیاپرستی از دو جهت بر اهمیت تولید مثل می افسود. مرد می بایست صاحب پسران بسیار شود تا پس از مرگش برای او قربانی کنند و هم مراسم بزرگ داشته نیاکان را همچنان برپا دارند منسیوس گفته است سه امر است که برازنده فرزندان نیست و اعظم آن سه بی فرزندی است مادران آرزوی پسرزایی داشتند و اگر بی پسر می ماندند همواره شرمگین بودند زیرا پسران بهتر از دختران در کشتزارها کار می کردند و در میدانها می جنگیدند. از دیرباز برگزاری قربانی هایی که برای نیاکان صورت می بر عهده پسران بود دختران همچون بار بر دوش خانواده سنگینی می کردن می بایست آنان را با شکیبایی به عرصه رشد رسانیده تا خانواده را ترک بویند و به خانواده شوهر روند و در آنجا کار کنند و کارگر زایند و خانواده نو به بار آورند در مواقع سختی اگر دختری در دختران متعدد خانواده افزوده میشد امکان داشت که نوزاد بیگناه را رها کنند تا در سرمایه شب بمیرد یا خوراک گرازان تعم طلب شود خب پس جاهای دیگه هم داشتیم که دختر از بین می بردند. یه مدلش چین کودکانی که از مخاطرات نخستین جان سالم به در می بردند با عطوفت تام پرورش میافتن این یه نکتش مثبته میگه اگه دیگه بچهشون نمیکشت دیگه بعدا با عطوفت تام نگرش میداش و پرورشش میداد والدین والده کودکان را نمیزدند بلکه با راهنمایی صحیح و ایجاد سرمشق شایسته به تعدیب آنان میپرداختند و گاه و بیگاه موقتا اطفال خود را با فرزندان خانواده آشنا معاوضه میکردند تا محبت دائم والدین سبب تباهی آنان نشود کودکان در بخش اندرونی خانه نزد زنان به سر می بردن و پیش از سال هفتم اوم به ندرت به حضور مردان می رفتند. در این سن توانگران پسران خود را به مدرسه می و از دختران به شدت دور نگاه می داشت. پسران از ده سالگی برای معاشرت با مردان و روسپیان کمابیش مختار بودند. یعنی میتونستن برن با روسپیان ولی با دختران نمیتونستن برن اما وفور همجنس گرایی اساسا اختیاری برای پسران باقی نمیگذاشت خب پس یعنی همجنس گرایی هم بوده دختران پاکدامنی را عج مینهادند و به سختی مراعات میکردند چندان که بسیاری از آنان اگر تصادفا بر اثر تماس با مردان دامان خود را لکهدار میافتند دست به خودکشی میزدند اما پاک مرد مجرد مهم نمی نمود و حتی از او انتظار می رفت از روسپی خانه ها بر کنار نماند در عالم مردان شور جفت جویی مانند شور گرسنگی حاجتی طبیعی به شمار می اومد. و اگر از اعتدال بیرون نمی رفت در خور اقماز بود گاهی مردان آشکارا با استعمال دارو و دیدن تصاویر و شنیدن موسیقی خود را برای گذرانیدن شبی در روسپی خانه آماده می کردن. اما باید دانست که این گونه انحرافات زندگی زناشویی اکنون رو به نابودی میرود یعنی میگه این برای الان خطرناکه ولی قبلا این کار میکردن البته تو چین این تو که داره میگه گردآوردن زنان برای رفع این احتیاج از دیرباز بر اسوری استوار بود کوانچونگ وزیر اعظم مشهور ایالت چی امر کرد چی هم که یه تونه یکی از اون امارات خیلی بزرگ بود یکی چین بود یکی چی بود امر کرد که وسایلی فراهم آورند تا بازرگانان ایالات دیگر بتوانند امیال خود را اجابت کنند و بر اثر آن پیش از بازگشت منافع تجارتی خود را از کف دهند مارکوپولو می نویسد که در پای تخت قبلایقان روستیان بیشماری که از زیبایی بهری ها داشتند تکاپو می کردند. دولت به آنان جواز می داد. گردشان می آورد. زیر نظارت خود می گرفت و زیباترین آنان را رایگان نزد سفیران بیگانه می فرستاد بعدا در چین نوع جدیدی از این گونه زنان پدید آمدند و دختران نقم پرداز نام گرفتند. اینان که جوانان مجرد و شوهران آبرومند را با بحثای سنجیده گرمی ساختن معمولاً از آداب و فلسفه چیزی میدانستند و در موسیقی و رقص دستی داشتند پیش از ازدواج مردان چنان آزاد و زنان چنان مقید بودند که مجالی برای در گرفتن عشقهای شورانگیز پیش نمی آمد از این رو به ندرت در ادب چینی باستابی از عشق رومانتیک می بینیم. در اصر دودمان تانگ به چند عشقنامه بر میخوریم و در قرن ششم قبل از میلاد در افسانه ویشنگ جوانی را میبینیم که زیر یک پل چندان در انتظار معشوق میماند که آب بالا آید و غرقش میکند بیشک ویشنگ عاقلتر از آن بود که دست به چنین کاری زند اما عجبا اهل هنر ترجیح میدهند که چنان نباشد بر روی هم عشق به صورت هیجان و پیوندی لطیف میان زن و مرد چینی کمتر ولی بین مردان به وفور دیده میشد باید گفت که از این حیث چینیان به یونانیان رفتند زناشویی را با عشق چندان کاری نبود زیرا جز دمساز کردن زن و مرد سالم و پدید آوردن خانواده باربر هدفی نداشت از این رو چینیان خانواده را مسنون از آشوب عواطف میخواستند به همین سبب والدین پسران را از دختران جدا نگاه میداشتند و خود برای آنان جفت میگرفتند مجرد ماندن برای مردان حتی روحانیان ناپسند و در حکم جنایتی نسبت به نیاکان و دولت و ملت بود در روزگار کهن حکومت کارگزاران مخصوص میگماشت تا مردان را پیش از سی سالگی و زنان را پیش از بیست سالگی به زناشویی وا دارند پدران و مادران یا به تنهایی یا به مدد دلالان حرفه‌ای که میرن خوانده می شدند بیدرنگ بعد از بلوغ و گاهی پیش از بلوغ و حتی پیش از تولد فرزندشان برای ایشان نامزدهایی برمیگزیدند به هنگام انتخاب نامزد قیود مربوط به قرابت از نظر والدین دور نمی ماند. همسر می از خانواده کاملا آشنا باشد ولی از خیشاوندان بسیار نزدیک نباشد پدر داماد ارمغانی شایسته برای پدر عروس میفرستاد و عروس در عوض جهیز ای با خود به خانه داماد می آورد. خانواده های عروس و داماد نیز هدیه هایی مبادله می کردن. عروس پیش از زناشویی با داماد تماس نمی گرفت. و داماد اگر به کمک دیگران با حیله ای قادر به دیدن چهره عروس نمیشد معمولا تا زمان جشن عروسی از قیافه او بیخبر می ماند در جشن عروسی به داماد شراب فراوان می نوشیدن تا مبادا گرفتار حجب شود پس از جشن عروس که می با حیا و فرمان بردار باشد با شوهر خود در خانه پدر شوهر یا در حوالی او سکونت می گرفت و از آن پس موظف بود که از بام تا شام برای شوهر و مادر شوهر خود زحمت کشد دقیقا کلفت می گرفتن. زحمت نوعروس هنگامی به پایان می رسید که خود صاحب پسر و عروس می شد و رنجهای خیش را تلافی می کرد دیگه می رفتی خونه شوهر اونجا کلفت بودی تا اینکه پسر بیاری پسرت عروس بیاری خودت کلفت دارشی توهیدستان بیش از یک زن نمی گرفتند اما چینیان که به زیادتی فرزندان نیرومند اعتنای فوقالعاده می نمودن مطابق عرف خود حق داشتند که علاوه بر همسر اصلی متعه یا همسر فرعی نیز برگزینند. این متعه همون سیغست مثلا یه همچین چیزی جامعه به کسی که می از چند زن نگهداری کند به دیده اعتبار مینگریست. زن اگر فرزندان نمی شد به احتمال بسیار شخصا شوی خود را به گزیدن همسر دیگر برمی انگیخت و معمولا فرزند زن فرعی را فرزند خود می دانست. در مورد در موارد بسیار زنان برای آنکه شوهران خیش را پای بند خانه سازند آنان را ترغیب می کردند که دلبران خود را به نام همسر فرعی به خانه آورند گفته تو که داری می بیار راقل خونه تو خونه باشی چینیان همسر امپراتور چوانچو را سخت می ستودند زیرا گفته بود همواره زنان زیبا را از شهرهای اطراف فراهم آوردم تا به نام متعه به خداوندگار خود عرضه دارم خانواده ها در فرستادن دختران خود به حرمسرای امپراتور با یکدیگر رقابت می‌ورزیدند امپراتور برای محافظت حرمسرا و تمشیت امور آن سه هزار سرا به کار گماشته بود بیشتر این خواجه سرایان پیش از سن هشت به وسیله کسان خود به قصد تأمین معیشت اخته شده بودند در خانواده چینی که بهشت مردان به شمار میرفت ها عملا با برده فرقی نداشتند و زن اصلی هم چیزی جز متصدی کارخانه تولید مثل نبود و مقام او به تعداد و جنس فرزندانش بستگی داشت با این وصل چون از کودکی چون از کودکی با این وقت چون از کودکی برای خدمت شوهر پرورش یعنی قشنگ دختر از بچگی تربیت میکنه واسه خدمت به شوهر به سهولت با محیط خود سازگار میشد و از شادمانی بی نصیب نمیماند خیلی هم بهش خوش میذاشت که کلفتی میکرده زندگی مشترک زن و مرد چینی با آنکه به خواست آن دو پدید نمی مانند حیات زناشویی زن و شوهر غربی که معمولا پس از عشقی رمانتیک آقاز می شود آرام و هموار بود شوهر می تواند زن را به هر بهانی از بهانه نازایی تا پرگویی طلاق دهد زن حق طلاق خواستن نداشت فقط می تواند به قهر از رو... به قهر از شوهر رو گرداند و به خانه پدری خود بازگردد اما این امر به ندرت روی می داد به طور کلی طلاق به فراوانی روی نمیداد زیرا از طرفی زن پس از طلاق به وضعی پریش گرفتار می آمد و از طرف دیگر چینیان که مردمی فیلسوف معابند تحمل مشقات زناشویی را لازم می دانند احتمالا در دوره پیش از کنفسیوس مادر قانون حیات و قدرت خانواده به شمار می رفت چنان که دیده ایم مردم کهن مادران خود را می و پدران خود را کاری نداشتند هنوز هم در خط چینی علامت اصلی کلمه زن در علامت نام خانوادگی جای دارد کلمه زوجه در اصل به معنی برابر بود و زن پس از زناشویی به نام شوهر در نمی آمد زنان حتی در صده سوم میلادی عهدهدار مشاغل بزرگ و از جمله کشورداری بودند ملک لو که بعدها می برای ملک تیزوشی گردید از 180 تا 195 ببخش از 195 تا 180 قبل از میلاد با قلبه تمام حکومت کرد. و این مانند ملکه داوجر رقیبان و دشمنان خود را با سرسختی و درشتی زهر داد و به قتل رساند شاهان را بر تخ نشانید و سرنگون ساخت و معشوق نازنین شوهرش را گوش برید و چشم در و در چاه گنداب فرو انداخت با آنکه در عصر دودمان منچو از هر ده هزار چینی شاید فقط یک تن خواندن و نوشتن میدانست در روزگار قدیم زنان طبقات بالا با فرهنگ بودند و بسیاری از آنان شعر می سرودند پس از مرگ مورخ پانکو حدود صد میلادی خواهر او پانچاو که زنی فاضل بود کتاب تاریخ برادر را به پایان رسانید و نزد امپراتور منزلت بسیاری یافت می توان گفت که استقرار حکومت ملوک و توایفی در چین سبب تنظل مقام سیاسی و مقام اقتصادی زنان شد و پدران را کانون پایدار خانواده ها گردان اگر یادتون باشه تو فصول اول خوندین که اصلا اول همه چیز زن بود اصلا مرد چیز مرد میرفت شکار اصلا یه وقتا برنه میگشت زنه کشاورزی میکرد خونه داشت همه چیز بچه همه مال زنه بودن بعد به مرور وقتی مرده اومد شروع کرد به کشاورزی کردن چون قدرت بیشتری داشت از نظر بدنی زنه رو زد پس و بعد یواش یواش مرسالاری اومد جلو و اینی که الان داریم میبینیم که اینم توضیح داد قبلا چطور بود و بعد چطور شد اینا رو اول کتاب همه رو خوندیم معمولا همه پسران خانواده و همسران و فرزندان آنان در خانه پدر یا سالدارترین مرد خانواده به سر میبرد دارایی خانواده هرچند که ملک مشترک همه اعضای خانواده بود از هر جهت در اختیار پدر یا سالدارترین مرد خانواده قرار داشت در زمان کنفسیوس پدران از قدرتی تقریبا مطلق برخوردار بودند و می توانستند همسران و کودکان خود را به عنوان برده بفروشند اما این کار جز, مر... جز در مواردی که احتیاج خانواده به نهایت می رسید اتفاق نمیافتاد همچنین پدران حق کشتن فرزندان خود را داشتند و در این مورد فقط آرای عمومی بازدار پدران بود پدر هر خانواده به تنهایی غذا میخورد و به ندرت زن و فرزندانش را به سفره خود میخواند پس از مرگ او ازدواج مجدد همسرش پسندیده نمینمود در قدیم رسم چنین بود که شوهر مردگان برای اثبات وفاداری خود نسبت به شوهران مرده دست به خودکشی زنند خب هندی ها که اصلا خودشون میرفتن خاکش میکردن بند خدا رو آتیشش میزد این گونه خودکشی ها حتی تا پایان صده 19 هم, هم رو میداد شوهر با همسر خود و هر کس دیگر با ادب رفتار میکرد ولی خب با همه این موارد شوهر با همسرش و هر کس خود با ادب رفتار میکرد ولی از همسر سخت فاصله گرفت و باطنن زن و کودکان را و باطنن زن و کودکان را همپایه خود نمیدانست زن و کودکانش همپایه خودش نبودن ولی با این حال بهشون احترام میذاش زنان در بخشی معین از خانه میزیستند و کمتر با مردان محجور میشدن اگر از همنشینی مردان با زنان روسبی چشم بپوشیم حیات اجتماعی چینیان به طور دربست حیاتی مردانه بود شوهر همسر خود را فقط به عنوان مادر بچه ها مورد توجه قرار می داد و به فرمان برداری و پرکاری و بسیار زایی زن نه زیبایی و فرخیختگی او اصلا مهم نبوده فقط باید فرمان بردار باشه و بچه زیاد بیاره خوشگل بود نبود اصلا مهم نیست باشه نباشه پس یه بار دیگه این می خونم که جملهش بیاد شوهر همسر خود را فقط به عنوان مادر بچه ها مورد توجه قرار میداد و به فرمان برداری و پرکاری و بسیار بسیارزایی زن و نه زیبایی و فرقدگی او ارج می نهاد. بانوی ادیب پانهوپان در رساله مشهور با فروتنی درباره مقام زنان چنین می نویزد. در میان انواع انسان فروترین جایگاه از آن ماست ما بخش ضعیف بشریت هستیم پسترین کارها بر عهده ماست و باید باشد کتاب قوانین مرد و زن به حق و با صحت اعلام می دارد اگر زنی شویی دارد به مراد دل برای سراسر عمر و اگر زنی شویی دارد برخلاف دلخواه نیز برابر سراسر عمر است همین که شوهر گیرد اومده خوشحال باش فوشوان سروده است چه غمانگیز است زن بودن در زمین چیزی بدین کمبه نیست پسران بر در تکیه زنند مانند خدایانی از آسمان افتاده قلب آنان به چالش خوانند چهار اقیانوس و باد و قبار هزار فرسنگ را وقتی که دختری به دنیا می آید کسی شاد نشود خانواده بر او وقعی ننهد چون به در خلوت ماند ترسان که دیدگانش به روی مردی افتد هیچ کس زاری نکند چون او خانه خود را ترک گوید مانند ابرها که پس از باران به ناگهان دور شوند سر فرود آورد و خود را آراسته کند دندانهایش لبهای سرخش را فرو فشارد بارهای بیشمار از سر تعظیم خم شود و زانو زند شاید چنین توصیفی درباره خانواده چینی مقرون به انصاف نباشد با آنکه افراد خانواده چینی نسبت به یکدیگر به مسابقه آمر و معمور بودند و مردان با زنان و کودکان ستیزه می خانواده از مهربانی و دوستی و یاری و همکاری سرشار بود زن از لحاظ اقتصادی زیر دست مرد بود اما از آزادی بیان بهره فراوان داشت و می توانست مانند زنان مغرب زمین با دشنام از مرد خود زهره چشم گیرد یا او را از خانه آواره گرداند البته خانواده چینی در دست پدران می گردید و از دموکراسی و تصاوی حقوق بر کنار بود و دولت حفظ نظام اجتماعی را بر عهده خانواده گذاشته بود از این رو خانواده در آن واحد کانون کودک پروری و مدرسه و کارگاه و گونه ای از حکومت به شمار می رفت و نمی توانست از اعمال قدرت و انضباط سخت چشم پوشد در ایالات متحده آمریکا خانواده شهری هنگامی از قدرت و انضباط خود کاست که اهمیت اقتصادی را از دست داد و وظایف پیشین آن به مدرسه و کارخانه و دولت واگذار شد بسیاری از جهانگردان شخصیت فرزندانی را که خانواده چینی پرورده است ستودند چینی میان حال گذشته از موارد استثنایی در اعزاز پدر و تمکین به او و بزرگ داشت و نگاه داشته سال نمونه و سرمشق بوده است این مطلب در افسانه هاکوگا با تنز خاص چینیان آمیخته و به نحوی دلپذیر بیان شده است روایت کردند که هاکوگا هر روز از دست مادر تازیانه میخورد و هیچگاه مویه نمیکرد روزی به هنگام تازیانه خوردن زاری کرد سبب را از او پرسیدند پاسخ داد که چون مادرش فرتود شده و دیگر قادر به نواختن ضربتهای شدید نیست بر حال او است. وی مقررات توانفرسای کتاب آدابنامه یا لیچی را با شکیبایی میپذیرفت و عمل میکرد و همه وجوه حیات خود را با تشریفات خشک آن هم نوا می و بر ادب و متانتی که برای مردمان متعارف مغرب زمین قابل فهم نیست دست می آفد. از این رو در چین با باربرانی برمیخوریم که بار سرگین بر دوش دارند ولی از بازرگانان بیگانه که به آنان تریاک میفروشند محذبترند و عزت نفس بیشتری دارند آدم این تیکش لذت میبره چینی کهن هن هنر سازش را به خوبی آموخته بود و همواره از سر بزرگواری در حفظ آبروی دشمنان شکست خورده خود میکوشید گاه به گاه سخت گاه به گاه سخت زبان پیوسته پرگو غالبا ناپاکیزه و بسا اوقات مست بود و به قمار کردن و شکمم باشتن و دست برد اندک زدن و با ادب دروغ گفتن رغبت داشت حالا اینجا اضافه کرد تو پاورقی که در بسیاری از شهرها قماربازان ولگرد در کنار راهها با وسایل قمار چشم به راه همبازیان خود بودند ما الان هم داریم ولی حالا به یه اسم دیگه قمار میکنم پرستانه رب و نوع ثروت را میپرستید و مانند آمریکاییان داستانی گرسنهٔ زر بود گاهی به بیرحمی و توحش میل میکرد و بر اثر بیادالتی های مکرر دست به قارت و کشتار همگانی میزد اما در هر حال به صلح رقبت و برای خدمت همسایگان آمادگی داشت و به و جنگاوران را خار میانگاشت به صرف جوری و سخت کار میکرد و از کار لذت میبرد. اینش بود در زندگانی ساده و بیدعا در امور مالی و بازرگانی نسبتا درست کار بود در زیر تازیانه شقاوت خاموشی و شکیبایی پیش می گرفت خوشبختی و شوربختی را خردمندانه مورد تحقیر قرار میداد. با تسلیم و رضا بار درد و دغدغه را بر دوش میکشید و با کسانی که در مقابل مصایب ناله سر میدادند همدردی نمینمود به هنگام مرگ عزیزان دیر زمانی به سوگ می نشست و هنگامی که خود را از قبول مرگ ناگزیر می دید با آرامشی فیلسوفانه به پیشواز آن می رفت. به همان اندازه که نسبت به درد حساس نبود نسبت به زیبایی حساس بود شهرها را با رنگهای درخشان میاراست و زندگانی خود را با هنری پخته دلپذیر میگردانید یه سری خصوصیات فوقلاده داشتن چینی اگر بخواهیم به فهم جوهر این تمدن نائل آییم باید لحظه ای هرج و مرج و بینوایی و پرمرارتی را که زاده ضعف داخلی جامعه و آمدن ماشین و سلاح اروپایی به آن سرزمین است فراموش کنیم و اعتنای چین را در اصر چو مینگ هوانگ هویتسونگ یا کانگشی در نظر گیریم زیرا بیگمان در آن روزگاران پرآرامش که جمال پرستی رواج داشت و چینیان والاترین تمدن آسیا بلکه جهان را پدید آوردند فردا شب حکومتی که ولتر ستود شب همتون بخیر